برای اینکه بتوانیم شرایط اساس کنونی در لیبی را بهتر درک کنیم گفتگوی داریم با پاسکال بونیفس مدیر انستیتو روابط بین و استراتژیک در پاریس با سپاس از اینکه با ما هستید شما مدیر انستیتو روابط بین و استراتژیک در پاریس هستید اولین پرسش این است که آیا عملیات نظامی در لیبی میتواند موفقیت آمیز باشد؟ کار مشکلی نیست به ویژه اگر اعضای ناتو هدفشان از مداخله نظامی ایجاد توازن قدرت باشد اما مشکل در اینجا سیاسی است زیرا اگر سازمان ملل چراغ سبز چنین مداخله ای را ندهد و عملیات فقط از طرف کشورهای غرب و ناتو باشد می تواند از نظر نظامی موفق باشد اما در سیاست یک شکست استراتژیک خواهد بود بنابراین برای اینکه از نظر سیاسی موفق باشد باید شورای امنیت سازمان ملل با آن موافقت کند و اتحادیه عرب نیز به نوعی در این عملیات شرکت کند participe opération. به این ترتیب آیا امکان تفاهم درباره اشغال نظامی لیبی و به ویژه اعلام منطقه پرواز ممنوع وجود دارد؟ دیگر تأکید می کنم. ما باید مشخص کنیم که اگر منظور عملیات نظامی یک جانبه توسط قرب و یادآور اون در عراق و افغانستان اتفاق افتاد باشد از نظر نظامی می تواند موفق باشد اما از نظر سیاسی یک شکست استراتژیک خواهد بود اما اگر عملیاتی باشد با چراغ سبز بین المللی و با شرکت کشورهای عرب دو سناریو درباره آن مطرح است دربات هوایی برای از بین بردن نیروی هوایی وفادار به معمر قذافی و یا در حقیقت ایجاد ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای جلوگیری از ضربه به مواضع مخالفان قذافی ایجاد منطقه پرواز ممنوع همه مسائل را حل نمی کند و انقلابیون را به پیروزی سریع نمی رساند اما می تواند مانعی در برابر نیروهای وفادار به قذافی باشد victoire immédiate pour les insurgés, mais viendrait considérablement le travail des troupes fidèles au colonel آیا قدرت های غربی فضایی برای مانور و اعمال فشار بر دیگران برای تصمیم گیری در این زمینه دارند؟ البته این طرح به دنبال ایجاد تفاهم جمعی است و فقط عملیات نظام غرب نیست. کشورهای عرب احتمالاً باید آماده شنیدن استدلال ها به ویژه در زمینه پایان دادن به قتل عام مردم در لیبی باشند و حتی روسیه و چین که معمولا در این زمینه محافظه کارند امیدواریم که مواضع ثابت خود را تغییر دهند و علیه عملیات نظامی نباشند به ویژه زمانی که ضرورت های بشر دوستانه تا این حد مطرح است Si vraiment la situation devenait trop difficile et trop insupportable d'un point de vue humanitaire. و پرسش پایانی آیا بحران لیبی می تواند خطری واقعی برای بقیه منطقه باشد آیا فراتر از این می تواند سناریویی مانند سومالی مطرح شود نه مطلقا این دو مسئله را نمیتوان با هم مقایسه کرد اما این یک واقعیت است که چون تونس و مصر انقلاب خود را به شکل آمیز پشت سر گذاردهاند شرایط لیبی به نظر می‌رسد که یک جنگ داخلی است در لیبی وضع کاملا متفاوت است مانند تونس یا مصر نیست که ارتش در طرف مردم بود در اینجا ارتش یا دستکم بخشی از ارتش با حکومت است در لیبی نوعی از جنگ داخلی مطرح است که ویژه لیبی است در یک طرف این جنگ قدرت شخصی